شهریور نوبت به مأموریت ما شد. تیمسار دشپزند، خدا رحمتشون کنه، خدا بیامرزتشون، ایشون شهید شدن تو جنگ، ایشون لیدر ما بودن. جناب بختیاری شماره 3 بودن، من و جناب توانگریان خدا رحمتشون کنه، ایشون هم سال گذشته فوت شدن در اثر بیماری، من با ایشون بودم. شماره 4 ما جناب کیان ساجدی بودن. ما هدفمون شعبی عراق بود. بله بفهمیسه راحت باشید، من یه لحظه صداتون رو نداشتم. من عدسه کردم نه راحت باشید، صدای من رساس. خواهش میکنم، صدای من رساس میاد دیگه. نه اوکیه اوکیه بفهمید. بله شماره 4مون جناب تیمسار کیان ساجدی هستن. باز هم ایشون، از ایشون اطلاعی ندارم، نمیدونم کجا هستن. امیدوارم ایشون زنده و سر حال باشن. جناب بختیاری گهگاهی ازشون خبر میگیرم هستن، امیدوارم همشون باشن. ما ماموریت صبح سحر آغاز شد، رفتیم به سمت شعبیه که نزدیک بصره بود. عرض کنم که من یه لحظه تصویر شما رو استاپ دارم، آیا صدای من میاد؟ من بچه ها میپرسم، ببخشید، انا از بچه ها میپرسم که ببینم تصویر اونا چطوریه. خب الان شما تصویر شما فریز شده. خب اوکی یه لحظه، من تیمسار یه لحظه اجازه بفرمایید من بچه ها نظرشون رو بپرسم. بچه ها تصویر من و تیمسار چطوره؟ الان میگن سر، یکم دیلی داره. عادل جان سلام، خوبی؟ عالیه میگن. مال هم تصویر آه. تیمسار و صدای تیمسار، هم صدای من خوبه؟ جناب مازندرانی خیلی به تو سلام میرسونن. تیمسار سلام ویژه خدمت ایشون بزرگوار. ایشون بزرگ ما هستن، ما همیشه ادای احترام و ادب خدمت ایشون و دیگر بزرگان نیرو هوایی من دارم واقعا. خب عالیه سر، عالیه، با کانفیدنس راحت برید. خدا رو شکر. جناب کیان ساجدی شماره 4 بودن. ما روی شادگان با لو لول داشتیم میرفتیم به سمت اشوبیه. اونجا صبحای سحر خب پرنده زیاد بود، چون یه باتلاق بزرگیه، پرندگان هم به ما خوردن، اصابت کردم، هم به ایشون که پرنده گروهی از پرنده ها خوردن به کاکپیت جلو ایشون و ایشون در اثر خون و پر این پرنده ها دیگه نتونستن ادامه بدن، ناچار برگشتن به پایگاه بوشهر. ولی سفروند که همونجور که عرض کردم جناب دشپسند لیدرمون بودن، جناب بختیاری شماره 3 و ما جناب من و جناب توانگیان شماره 2 بودیم، رفتیم به سمت اشوبیه. خب دستگاه آلت دقیقه F4 در اون زمان اینقدر دقت عمل دستگاه امروزی رو نداشت. آین سما یه مقداری ارور داشت، به خصوص مال لیدرمون. یکم از شعبی دور شدیم، من به جناب توانگریان گفتم، جناب دشپسندم سریع مطلع شدن، یه پاپ اپ کردیم که باز برگردیم رو پایگاه. جناب توانگریان یه پالایشگاه بزرگ بصره رو دیدن، ایشون گفتن این پالایشگاه رو اول بزنیم و ما حمله کردیم و پالایشگاه رو زدیم. آتش بود که زبانه میکشید از کل پالایشگاه. سفروندی حمله کردیم، اونجا موشک های اونا مطلع شدن، سکوی پرتابشون شروع به عملیات های پرتاب موشک کردن. یکی چند تاش به ما نخورد ولی یه رگبار تیربار به ما خورد. به خیلی ما شانس آوردیم که به کاکپیت ما نخورد ولی چند تایی به بدنه خورد. ما اون اسکیپیدینگ یا همون سمت حمله رو گرفتیم برگشتیم، ولی خب راضی از ماموریت، چون واقعا پالایشگاه بزرگی رو از بین بردیم و به خصوص که این سخرسان اون منطقه جنوبشون بود برای پرواز و واقعا اخبارش که شنیدیم میدیم چه کار مهمی صورت گرفته اون پالایشگاه. برگشتیم، توی برگشت من دیدم که سل 7 بنزین در تیر F4 هست. اگه خاطرتون باشه شما F4 پریدید؟ من F5 پریدم. بله عرض کنم که سوراخ شده بود، بنزین میمد. من به جناب تماگر گفتم جناب تماگر ما بد جوری داره بنزین از تیلمون میره. ایشون هم تایید کردن، گفتن آره گیج بنزین نشون میده که شدیداً ما داریم بنزین از دست میدیم. 400 مرز رو رد کردیم، به لیدر ایشون اطلاع دادن، به جناب بختیاری هم گفتیم و بعد یه موتور رفت.
یه موتور رفت و با اون موتور دنبال امیدیه میگشتیم، دیدیم امیدیه هم سنگچین کردن به خاطر که حملات و نشستن هواپیمای دشمن، میگفتن که باید سر باند و اول جنگ نمیدونم برای شما تعریف کردن اینا، به وسیله خاکریزهایی میبستن. در نتیجه ما نتونستیم امیدی بریم، رفتیم به سمت بهرگان که بریم اونجا بشینیم. دیگه بنزین تمام شد و داشتیم فلیمات میکردیم که من به جناب تمایلگران گفتم چه کنیم، ایشون گفت باید ایجک کنیم، کاری نمیتونیم بکنیم. خب افشار هیدرولیکش از پی سی وان و پی سی تو تعمیر میشه و باید حتما موتورها باشن چون سیستم آگزیلری دیگه نداره، فرامل خب به وسیله همین هیدرولیکا کار میکنه. در نتیجه ایشون دستور دادن که خب بپریم بیرون. من اون دسته هندل ایجکتو کشتم، گفتم نمیره. ایشون گفت چی نمیره؟ گفتم نمیپره صندلی، عمل نمیکنه. ایشون کمند سلکتر والو سمت خودشون داشتن، گفتن خیلی خوب آمادگی داشتش میپریم و پریدیم بیرون. اون زمان خب به خاطری که خب قبلش انقلاب شده بود و یه مقداری عزیزان همافر جویای درجه سرهنگی و درجه افسری بودن، یه مقداری در بازدیدهای چتر، اون بازدیدهای 120 روزه چتر رو و صندلی رو به خوبی انجام نمیدن و ما خب جنگ شد و غافلگیر شدیم. چترهای ما یه کمی مقداری اشکال داشت، اشکالای فنی داشت، من جمله همین سیستم ایجکشن سیت ما، یا اینکه چتر من پاره شد. خب بازدید 120 روزه باید انجام میشد که چتر اینجوری رو تاهای قبلیش جا به جا بشه، یه جای دیگه تازده بشه، اینا نشده بود. خب چتر من به خوبی باز نشد و وقتی که باز شد پاره شد یه بقیه جایش. من به عقلم رسید که خب یه مقداری سوروایول کیت و وسایل اضافه رو از خودم دور کنم که این بقیه پارگی چتر من تحمل کنه تا به زمین برسم. وقتی هم که به زمین رسیدم، خب با وجودی که اون پوزیشن فرود رو داشتم، ولی خب چتر شکل طبیعی نداشت، اون بندای چترم دائم دور خودش میپیچید، دائم من مجبور بودم باز کنم. من به شکل ناجوری به زمین خوردم و از ناحیه دنده ها و کمر و صورت و اینا شکسته شد و خونریزی شد، ولی توانگریان آسیبی کمتری دیده بود، ولی ایشون هم خب جراحاتی داشتن. من افتاده بودم رو زمین و اون موقع ما بسیج و اینها نداشتیم، ژاندارمری داشتیم، اسلحه‌شون هم G3 بود. ترجمه می‌کنم اینشون یه افسر یه استوار ژاندارمری بودن بالای سر من، اسم منم که خب قاسم، فامیلی منم کاشف. ایشون فکر می‌کرد من عراقی‌ام. مثل که بخواد شما صحبتی بفرد بفرد من سکوت کنم. نه من صحبتی نمی کنم، دارم عرض بکنم حوزه. برای همین نسل جدید خواستم یه توضیح کوتاه بدید، حوزه استحفاظی ژاندارمری تو روستاها و اطراف و بعد شهربانی، این یه توضیح بدید این دوستای ما که نمیدونن بدونن، بعد بفهم ادامه برن. دقیقا همینجور که شما میفرمید، حوزه استحفاظی دور از شهر به دست ژاندارمری بود، مراکز استانها و شهرها و شهرهای کوچک به دست شهربانی شهر. این ژاندارمری زیر نظر ارتش بود، اینها تو پاسگاه هاشون کشیک میدن. خب دیده بودن یه هواپیمای پریده، یه استوار ژاندارمری اومده بالای سر من و اسم من عربی قاسم، فامیلی منم کاشف. بعد اون خاک و دولاغ و خونریزی چانه و قیافه ما دقیقا این عربا شده بود و این عراقی ها. ایشون میخواست ما رو به سزای اعمالمون برسونه، فکر من یه عراقی هم. ولی خب از اونجایی که من شانس آوردم، جناب توانگری هم مثل که یه تعدادی دور برشون جمع شده بودن، ایشون گفته بود برید به کمک کابین عقب من. من دیدم یه تعدادی دارن داد و فریاد میزنن، به خصوص یه بچه کوچولی بود که 12 سال داشت، به اون استوار ژاندارمری میگفتش که اینا ایرانی هن، من پرچم ایران رو روی تیل هواپیماشون دیدم. دیگه اون ژاندارمری یه مقداری خونسرد شده، با من مدارا کرد و بعد دیگه زیپ پروازی منو باز کرد و دید که نه من واقعا یه سری از کارهای برنامه های، چون من برنامه ریز تابلوهای پروازی من بودم، دیدی سری برنامه رو نوشته بودم برای فردا، اینا تو جیبم بود و ایشون فهمید که نه ماست. بله بله فهمید که من چیزم
کارم پرواز و از بوشهر بلند شدیم. دیگه چی، من واقعا توان بلند شدن نداشتم، چون از ناحیه کمر و دنده ها و چانه خیلی آسیب شدید دیدم و دیدم اصلا توان بلند شدن ندارم. خوشبختانه اونجا یه جایی هستش به نام گوره، پمپاژ میکنن بسیار چیز نفت خامو به خارک. یه سری از کارکنان اونجا اومدن و دوربر ما، و یکیشون مهندسی بود و گفتش که دست به این نزنین، این کمرش 100% آسیب داده چون شکل طبیعی نداره. یه چیزی مثل نوردون درست کردن و ما رو یه طرف ما رو اونا کشیدن، جناب توانگرم سوار یه موتور و ما رو بردن اون تلمبه خانه همون گوره. بعد جناب توانگریان یادم تماس گرفتن، خب موقع که موبایلی نبود و سیستم های اونها هم یادم بیسیمی بود، اونا به خارگ بیسیم زدن، اون خارگ هم به پدافند خارگ اطلاع داد، پدافند خارگ ما رو وصل کرد به فرمانده پایگاه جناب دادفی. بعد جناب توانگریان گفتن کاشف آسیب دادی، یکی از دوستانتون الان نشته بودن یه چیزم از جناب جدی بگید، یادشون به خیر شهید غفور جدی اون موقع سروان بودن، با یه هلیکوپتر از پایگاه بوشهر تشریف آوردن، ایشون افسر ایمنی بودن، ایشون افسر ایمنی بودن و فوق العاده دانا در امور ایجکت و سیفتی و اینها. اینا ایشون فرمودن خدا رحمتشون کنه، ایشون خیلی بزرگوار بودن. عرض کنم که خب پروازا و آوازه ایشون هم که شهره جهانیه، نیاز به تعریف ایشون نیست از طریق من، همه ایشون رو میشناختن و میشناسن. ایشون با مدارا اومدن، اول منو بوسیدن، بعد گفتن اصلا نگران نباش، شما آسیب دیدی کمر، ضمن این که خب موقعی که صندلی پران عمل میکنه یه چیزی بوده 21 جی وارد میشه، به خصوص من که از نای کمر آسیب دیده بودم. گفتن که از همه حاضران عذرخواهی میکنم، ببخشید ادرار آدم بند میاد و حتما باید سوند بزنم در این حالت دیگه. خب من واقعا داشت مثانم پر شد، من داشت واقعا اذیت میکرد از طرف درد کمر، از طرف دیگه درد مثانه. ایشون دنبال فوریت های پزشکی میگشتن که اونوران نبود، با هلیکوپتر خود ایشون من باور کنید ناز نوازش میکردن، آوردن با هلیکوپتر اگه اشتباه نکنم اون موقع ستوان کرمی بودن خلبان هلیکوپتر، با جناب توانگر اومدیم بوشهر، من رو سریع ایشون مشایعت کردن جناب جدی، رفتیم بهداری پایگاه، به من سوند ادراری زدن تا اون تخلیه بشه. بعدم درخواست 330 کردن، دیگه من عازم بیمارستان نیروی هوایی شدم، مدتا در بیمارستان بستری بودم، دو تا هم رزم خوب داشتم در اونجا، یکی شهید بهادری که ایشون هم در بوشهر هواشون آسیب دیده بود، ایجک کرده بودن، از ناحیه سر آسیب دیده بودن که ایشون یکی دو روز بعد از من که در بیمارستان بودم فوت کردن، ولی خب خبر فوت ایشون به من ندادن چون می‌دونستم من ایشونو خیلی دوست دارم و ناراحت میشم. ایشون شهید شدن و جناب از این نژاد که ایشون هم الان موقعیتشون نمیدونم، ایشون هم پی آی او گرفته بودن در حین پرواز، مقدار زیادی از استخونای بدن ایشون خورد شده بود، اینا هم رزمای ما بودن. به علت این که سران عراقی هم که در جبهه ها مجروح میشدن و اسیر میشدن به بیمارستان نیروی هوایی اعزام شدن، بعد یه مقداری بیمارستان عفونی شده بود، بعد به ما گفتن که بهتره که ما رو چیز کنن، اعزام کنن به اصفهان. همایون کردن که منو ببرن اصفهان. اون موقع پرواز نبود، پروازا خب به خاطر حملات ناجوانمردانه عراق به هواپیماهای ترابری یا هواپیمای شخصی، ناچار بودیم که ما رو با یه وسیله زمینی جابجا کنن. اون موقع تصمیم گرفتن که یه اتوبوس رو در بست برای من بگیرن و ما رو با همسرم و دختر کوچکم که اون موقع حدود یک ماه بود ما رو اعزام کردن به اصفهان.
یه جایی ببخشید قرار بود بریم شیراز، ولی سر راه من همسرم بهشون گفتم که شما برو یه سری به بستگانشون اصفهان بودن بزنن، ایشون رفتن پیاده شدن رفتن اصفهان میگم به خواهش من، ولی اون همون اتوبوسی که منو حمل میکرد آقا چپ کرد و اون تو اون دنده های شکسته و اون وضعیت یه بلای دوم سر من اومد، من برگردان اصفهان. من همینجا جای تشکر داره، تمام بچه های خلبان F14 در اصفهان اومدن در بیمارستان کاشانی اصفهان، ارادت دارم تعظیم میکنم به همشون، همه اومدن واقعا تیکر کردن، منو مواظبت کردن در اون بیمارستان، اصلا همه دور و بر من بودن و من خوشبختانه ما مراقبت ویژه و سفارش های بچه ها در پایگاه من اون خطرم رفع کردم و ناچارن من 6 ماه از